همجا اشاره کنیم که رئیس جمهور برگزیده مقاومت پیامی فرستادند و در اون به مردم و جوانان به پاخواسته میهن درود فرستادند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پیام خودش گفت دیکتاتوری آخوندها در برابر طوفان قیام و آزادی راه گریزی ندارد. به هموطنان به پاخواسته، به ویژه به زنان و جوانان اشرف نشان ایران که فریادهای در گلو خفه شده علیه دیکتاتوری را همصدا با ملتهای به پا خواسته در مصر و تونس و عراق و دیگر کشورهای منطقه فریاد می کنند درود می فرستم. امروز اراده زنان و جوانان و دانشجویان تدابیر سرکوبگرانه رژیم آخوندی و وحشیگری گله های پاسدار و بسیجی و لباس شخصی و نیروی انتظامی و اطلاعاتی را در هم شکست و با پس زدن یورش نیروهای سرکوبگر و بی توجه به شلیک مستمر گازهای اشکاور و ضربات چماق و باتون به تظاهرات و حرکت اعتراضی خود از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب به سمت میدان انقلاب و میدان آزادی ادامه دادند. شهرهای دیگر از جمله اصفهان، شیراز، کرمان، سمنان و گرمسار همه جا شاهد اعتراضهای دلیرانه جوانان و دانشجویان و مردم به جان آمده بود. خروش پرتنین شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور در تظاهرات شبانه تهران که شب گذشته ولایت سفیانی خامنه ای را لرزاند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای که امروز به رغم بسیج سرکوبگرانه رژیم در خیابانهای مرکزی تهران و دیگر شهرهای ایران تنین افکن شد، بیانگر خواست عموم مردم ایران و خیزش‌های آرام ناپذیر آنها برای به زیر کشیدن فاشیسم مذهبی و برقراری آزادی و دموکراسی است. اقدام‌های جنون‌آسای خامنه‌ای از جمله اقدام‌های گسترده، تشدید شکنجه زندانیان سیاسی، پناه بردن به تروریسم ماهواره‌ای، اعمال محدودیت‌های شدید اینترنتی و بستن ایستگاه‌های مترو در برابر اراده قاطع مردم ایران و بهار قیام آزادی در سراسر منطقه راه به جایی نمی برد و فقط ضعف و هراس بنیادین این رژیم را به نمایش می گذارد. دیکتاتوری آخوندها از خروش توفنده بهمن ماه و قیام آزادی خواهانه مردم ایران و از توفان خیزش ها در منطقه گریزی ندارد. ولی